ایشون معرف حضور همه شما هست و محبوب قلوب همه ما هستند. مختصرا میگم که درست تحصیلات ایشون که به اعلی درجه رسید در رشته بهره برداری از نفت و اول دکترای خودشون رو در دانشگاه آبادان در همین موضوع گرفتند و بعدم فوق دکترا رو در غرب گرفتند. بعد از مدتی که در ایران خدمت کردن ایران ترک کردن و در اروپا بودن و اونجا مشغول بودن با شرکت‌های مهمی کار می‌کردن تا اینکه دولت ایران از ایشون خواستن که مراجعت کنن به ایران برای پیش بردن کارهای نفتی. ایشون هم برگشتن، بودن تا دوران انقلاب و بعد برگشتند و بالاخره از اروپا به آمریکا ایالات متحده رفتند و در اونجا ساکن شدند. ایشون و خانمشون خیلی خانم عزیزی هستند، ساطع بیات یا فناناپذیر، و دو فرزند وفا و احسان در هیوستن تگزاس زندگی میکنند. وقتی که واقعا به پرونده کار ایشون من نگاه میکنم میبینم که نفت کجا و قاسم کجا. واقعا اون کجا و این کجا. ایشون درست هنوز هم این کارها رو میکنن، با شرکت های بسیار مهم کار میکنن، ولی واقعا زندگی واقعیشون در ترویج تعالیمی است که انسانها رو به صوب به طرف بلوغ انسانی صوب میده. و این سوقی که انسان پیدا میکنه در این تعالی واقعا به یاد آورنده یک چیز بسیار خصوصی است که وقتی من به شخصیت ایشون فکر میکنم، به رفتارشون فکر میکنم، به نحوه سلوکشون فکر میکنم، در موقع مناظرات که ایشون دارن با اشخاص مختلف در موارد مختلف، میبینم واقعا ایشون مثل یک انسان کامل، فروتن، متواضع، بدون اینکه اصلا فکر و خیالی در مورد تحصیلات و مشاغل بسیار مهمی که داشتن بکنن، دارن مثل یک انسان متواضع دارن خدمت میکنن. وقتی با ایشون صحبت میکردم در مورد اینکه واقعا قلب مطلب چیه، من متوجه شدم که ایشون واقعا خودشون رو همه تعالی شرافت انسانی کردن. یعنی هر صحبتی که میکنن با هر کسی در هر موردی، مقصود و نیتشون اینه که اون شخص رو انسان بهتری کنند. ترویج عرفان به عبارت اخرى، که انسان اون چیزی بشه که خداوند ازش خواسته که باشه در جامعه. هر شغل منصبی داره وسیله‌ای بشه برای پیشبرد اون چیزی که آدم انسانی بهش احتیاج داره. مثلا صحبتاشون در مورد حقوق بشر یا در این گفتمان بین ادیان که ایشون سالهای سال در شرکت کردن و شما میبینین تو برنامه‌هایی که با ساتلایت ماهواره به همه جا فرستاده میشه، رول اصلی ایشون چیه؟ نزدیک کردن قلب‌ها به هم و از بین بردن اون چیزی که سد و باعث اختلاف و نزاع و جداله. این در رفتارشون رو میبینیم. میبینیم که هر کسی که با ایشون وارد بحث و مناظره میشه، مگر معدودی که اقل معدود هستن، همه جلب میشن. ایشون محب القلوب هستن. من به یاد این بیان هست با حالا میفرمایند میاره که مقام انسان خیلی عزیز است، خیلی والاتر از اونی که ما فکر میکنیم. میفرمایند هدف ما از ارائه این احکام و قوانین
محدود کردن شما نیست، بلکه شما طوری سلوک کنین در این عالم، همین طوری که در این عالم زندگی میکنین، این این باشه که با اوصاف و صفات فرشتگان ملکوت در این عالم ظاهر باشید. این اینکه شما سفیرهای عالم ملکوت در کره ارض باشید. این یکی از اون نفوسیه قاسم بیات که من واقعا میبینم هر طوری که هر جا قدم میذاره مثل یکی از اون فرشتگان ملکوته و اوصاف و افکار و رویاتش و نحوه سلوکش با دیگران همه این رو شهادت میده به این مطالب. مقالات بسیار ضمناً نوشتن. من میگم ضمناً به خاطر اینکه خودشون همه اینا رو کم میبینن در موقع صحبت. خب مقالات زیادی بوده، کنفرانس های زیادی بوده در قارات مختلف، ایشون همه این صحبت ها رو کردن، هر گفتگویی هم که کردن همین پایه رو داشته. من فکر کردم خلاصه کنم ایشون رو در چند کلمه. کیفیت اخلاقی و نحوه سلوک ایشون رو، خدمتشون به جامعه انسانی پر از فروتنی خالصان است، تجربیاتشون کمال زیادی یافته، از نظر کفایت همه جا مشتهر هستند و همه ما میدونیم این رو. و همه اینها از چی منبعث میشه؟ از یک ایمان بلا شک. آقای قاسم بیات، سروران عزیزم، یاران نازنین، راستش اون پشت من منتظر کس دیگه ای بودم بیاد چون این جناب روحانی نازنین از دوران کودکی من هم خبر داره. خواهر ایشون سرکار خانم مهین اعظمی معلم درس اخلاق من بودند. حالا چه گرفتاری های ایشون با من داشتند به جای خود بماند. عرض کنم که در ابتدا دوست دارم از جامعه بهایی تورنتو و کانادا و هیئت برگزار کننده یک چنین کنفرانس زیبایی تشکر کنم که موفق شدند چنین برنامه رو به جا بگذارند. صحبتم رو من خلاصه می کنم و اگر شما از اینجا فقط با این پیام من تشریف ببرید شاید همه مضمون رو دریافته اید. و اون این هست که این آیین جدید مثل دینی از ادیان گذشته نیامده، قصد امور ظاهره نبوده، هدف اساسی خلق یک انسانهای جدیدی بوده که این انسانهای جدید به هر چیز به نحو جدیدی نگاه کنند، یعنی انسانهایی که عاشق حق باشند، در عرفان او غوطه‌ور باشند و اون عشق رو به بقیه ساکنین این کره ارض و اصولاً به همه هستی امتداد بدند. علاقه داشتن به خانواده خب چیز خیلی مهمیه، دوستی فرزند خیلی مهمه. من دو هفته از پدر بزرگ شدم، میدونم چقدر مهمه. ولی متشکرم.
ولی عرض کنم که صحبت من درباره ساختار جامعه آینده است و بعد نقش سیاست در آن. من چون فقط در جامعه بهائی بزرگ نشدم و دوستان فراوانی از طیف‌های مختلف فکری و دینی و سیاسی همیشه با من بودند، همیشه از من سوال کردند که قاسم، حالا که تو بهائی شدی به ما بگو چرا بهائی‌ها مثل جن از بسم الله می‌ترسند؟ آخه نازنینان من، عزیزان من، سروران من، سیاست صدها قسمت داره. سیاست یعنی تدبیر، یعنی روش، تدبیر خانه، تدبیر بزرگ کردن فرزند، تدبیر اقتصاد، تدبیر ورزش، تدبیر اداره امور در یک اداره، همه اینا سیاسته. تنها نوعی از سیاست که ما از اون پرهیز داریم سیاست حزبی است که برای کسب قدرت و تفوق بر دیگران است. این تنها نوع سیاستی است که ما نه درباره اون حرف میزنیم، نه وارد میشیم، نه هیچ وقت جزی از اون میشیم، وگرنه صدها نوع دیگر سیاست بر ما کاملا روشن است و واضح است و ما نه تنها حق ورود به اونها رو هم داریم، بلکه از ما خواسته شده که در اونها سهم داشته باشیم. امیدوارم از صحبت امروز من ببینید که جامعه بهائی چه نقش مهمی در سیاست، منتها به اون معنی که من خدمتتون عرض می کنم، باید داشته باشه. بهائیان از سیاست وحشتی ندارند و شرکت نکردن در بهائیان در سیاست اعتراضی بنیادین به امر سیاست نیست، زیرا نوع بشر از راه‌های سیاسی امور خود را سامان می‌دهد. پس اگر ما بگوییم ما دموکراسی می‌خواهیم، آزادی می‌خواهیم و غیره، روشی که به این نتایج در این عالم می‌شود رسید و تدبیر امور از راه سیاست است. پس ما نه تنها از اون گریزی نداریم، بلکه حتی به سیاسیون هم اعتراضی نداریم، به کسانی که وارد این فعالیت‌ها می‌شوند اعتراضی نداریم. ارسطو، اون فیلسوف برجسته، در کتابی به اسم رساله سیاسیه که اسم شبیه رساله سیاسیه حضرت عبدالبها است، به تشابه اسم هم توجه بفرمایید، میگوید انسان برای زیستن در جامعه مدنی خلق شده و ما دور هم جمع میشویم تا برای زندگی خود امنیت بیافرینیم و زندگی خود را با تشکیل دولت و حکومت بهتر کنیم و نهادهای سیاسی برای همین بهزیستی ایجاد شده. خب اگر این بیانی است که ارسطو میکند، ببینیم سیاستی که بهائی‌ها به اون علاقه دارند چیست. حالا اگه میترسیم هنوز از اسم سیاست، بیایم بگیم سیاست الهی. اگر کسی گفت پس سیاست از دید شما چیست، بدون اینکه نگرانی بشیم و بگیم نه ما در این مسائل حرف نمیزنیم، آخه چجور ما میتونیم در این مسائل حرف نزنیم، این سیاست ماست، بگید. یعنی خیرخواه کل بودن، به همه نوع انسان محبت کردن، تعصب و تبعیض را به کناری گذاشتن، حق همگان را مرعا داشتن، تعدیل معیشت و تأمین رفاه فقیران و نیازمندان، عدالت را در حق عموم مجرا داشتن، صلح و سازش را جایگزین نزاع و تنش کردن، وسایل تربیت عموم را فراهم کردن، ایجاد موجبات ظهور استعدادهای مکنون در نفوس برای رشد و شکوفایی شخصی و خدمت به جامعه انسانی، حفظ و اعتلاء کیفیت زندگی و محیط زیست و هرچه سبب آزایش سوری و ترقی فکری و روحی خلایق گردد. این سیاست، سیاست بهائی است. و در نتیجه هر وقت خواستند ما با کمال افتخار با هر کس و هر گروهی در این مطالب صحبت میکنیم. ببینید حضرت عبدالبها
در رساله سیاسی به ما چه می‌فرمایند؟ می‌فرمایند در عالم وجود آیا نعمتی اعظم از آن متصور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفیقات الهیه سبب آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشریه است؟ و بعد می‌فرمایند به ما حواس و قوای باطنیه عطا گشته که در امور خیریه جمعیت بشریت صرف نماییم و در کل احیان به جهت سعادت بشریه اساس جدیدی تأسیس و صنع بدیعی ایجاد و ترویج نماییم. بیان حضرت عبدالبهاست. پس سیاست از نظر ما هر کس پرسید، به جای اینکه بگیم ما در سیاست دخالت نمی کنیم و همه مردم که با ما در تماس هستن این بیچاره ها رو گیج کنیم، بهش بگیم سیاست از نظر بهایی تدبیر امور عمومی جامعه به نحوی است که سبب سعادت همگان گردد. خب، در آثار بهایی مثل کتاب مستطاب اقدس، الواح پس از اون، اشراقات، ترازات، تجلیات، انواع و اقسام، الواح ملوک، رساله مدنیه و سیاسی، لوح صلح لاهه، خطابات عبدالبها در غرب، کتاب مفاوضات و بسیاری از نوشته های شوقی ربانی، خطوط طرحی بدیع برای جامعه بشری و تشکیلات مدنی اون مطرح شده که من به یک کمی از اینها اشاره می کنم. دوستان عزیز من، اونهایی که اطلاع کمی از آثار آیین بهایی دارند خیلی تعجب می کنند وقتی ما بهشون فقط می گیم ما در سیاست حرف نمی زنیم. چرا؟ که اونها با این آثار آشنایی دارند. این آثار پر از راهنمایی های متعدد، خطاب به پادشاهان، خطاب به ملوک، رؤسای جمهور، رؤسای مذهبی و غیره و غیره هست. بنابراین اونها میدونند که آثار بهایی مملو از این مطالب هست. و اما حالا من موضوع رو باز میکنم که دیگه خیالتون راحت باشه. بله، بهاییان در احزاب سیاسی عضو نمیشوند. خیلی ساده است. از ما میپرسند چرا بهاییان به احزاب سیاسی نمیپیوندند تا هم به این احزاب و گروه ها کمک کنند و هم با کمک اونها به اهداف خود برسند. ببینید چه سوال خوبیه. و اما ببینیم چرا بهایی ها در احزاب سیاسی عضو نمیشند که بتونیم جواب این دوستان خیرخواهمون رو بدیم. بسیاری از اینها افراد فعال جامعه مدنی ایران و غیر ایران هستند، خارج از ایران هستند. ما میدونیم که هر حزب سیاسی و اصولا هر سازمان گروهی دارای یک اساسنامه است که بر طبق اون آرمانها و اهداف خودش و راه و روش اداره سازمانش رو مشخص میکنه. خب، پس هر یک از این سازمانها به قول دوستان چپ من یه منیفستو دارن، درسته؟ خب ما هم برای خودمون یک منیفستو داریم. ما هم برای خودمون کاملا مشخص میدونیم که چه چیزی داریم. پس اگر ما برای خودمون اساسنامه داریم، نمیتونیم بیایم وارد گروه دیگه بشیم که اساسنامه‌ای داشته باشه که این اساسنامه با اصول ما متناقض باشه. اهداف غالب احزاب و سازمان‌ها میتواند محلی، قومی، طبقه‌ای و حتی صنفی و ملی باشد. اهداف جامعه بهایی جهانی است. ما نمیتونیم بیایم بریم عضو یه سازمانی باشیم که یک اهداف بسیار محدودی داره و حتی اون اهداف محدود تناقض با اهداف ما داره. این اهداف این سازمان ها میتوانند در بسیاری از موارد مغایر و در تناقض و خصومت با اهداف سایر احزاب و سازمان های محلی و صنفی و قومی و ملی باشند. برای این احزاب غالبا هدفشان وسیله رسیدن به اهدافشان را توجیه می کند. مثلا اگر یک گروهی، مثال می زنم خدمتتون، خیلی انسانهای شریفی هم هستن، میگن ما می خواهیم فعالیت کنیم درباره فرض کنین متحقق شدن حق یک قوم به خصوص یا یک گروه به خصوص در ایران. خب حرف بعدی که نمی زنن. بعد ازشون میپرسیم خب شما چجوری میخواین این رو تعییبش بشین؟ میگن تمام تلاشمون رو میکنیم و اگر لازم نشد تفنگم دستمون میگیریم. آیا ما میتونیم وارد چنین گروه هایی بشیم؟ پس نمیتونیم بشیم. خیلی خوب. مسئله دوم، بهائیان در تظاهرات سیاسی احزاب شرکت نمی کنند. البته در
نامه‌ای که از بیت الله اعظم بود به ما گفتند که اگر مطمئن باشیم هدفشون اهداف حقوق بشری و انسانی است و در تناقض با اصول باورهای ما نیست، از زور نمیخوان استفاده کنن، فریاد لعنت بر این لعنت بر اون، مرگ بر این مرگ بر اون نمیدهند، همه این چیزاشو که مطمئن باشیم چرا ما میتونیم بریم جلو. ولی خیلی به ندرت شما چنین گروه هایی رو میتونید پیدا کنید. سوالی که دوستان روشنفکر و بسیار پرحسن نیت ما سوال میکنن، میگن چرا بهائیان با شرکت در تظاهرات سیاسی احزاب و گروه ها به حمایت آنان بر نمی آیند تا آنان هم از بهائیان دفاع کنند؟ به عبارت دیگه میگن اگه شما میخواهید ما از شما دفاع کنیم، شما هم باید بیایید از ما دفاع کنید. یعنی در اصل یه ایرادی وجود داره، یعنی اینها اصل حقوق بشر رو هدف قرار نمیدن. اگر قرار بدن، چه ما بریم چه نریم، ما انسان هستیم، باید از حقمون دفاع بکنن. این رو من بیشتر باز میکنم خدمتتون. تظاهرات در بسیاری از انواعش دموکراتیک نیستند و بیانیه هاشان و شعارهاشان با خواسته های همه مطابق نیست. در بسیاری از این تظاهرات از قبل یک قطعنامه نوشته شده به وسیله عده معدودی، بقیه هم میرن دنبالش، هرچی هست داد و فریاد میکنن و همونو میپذیرن. تظاهرات مسالمت آمیز نیز گاهی به تندی و خشونت میکشند و خدمت شما من میگم اصل پرهیز از خشونت اساسی ترین اصل امر حضرت بهاءالله است. اولین بیان مبارک در باغ رضوان هنگامی که امرشون رو اعلام کردند به گروهی که در دور ورشون بودند، اصل اول رفع حکم جهاد و برداشتن حکم شمشیر بود. یعنی برای اولین بار یک آیین اومده که بالکل به کار بردن هر نوعی از خشونت رو منع کرده. ما در هر فعالیتی که می‌کنیم اگر کوچکترین مقدار خشونتی در اون وارد بشه، می‌دونیم که از هدف امر داریم دور می‌شیم. اصلا دنیا داره به طرف این ایده بهایی پرهیز از خشونت میره و نمونه های فراوانی هم داره. اجازه بدین همین الان خدمتتون بگم فداکاری و شجاعت احبای ایران که ظلم و بیداد این بیدادگران رو تحمل دارن میکنن، 35 ساله حالا از 70 80 90 سال قبلش هم میگذریم و دست به شمشیر نمیبرند چون دیگران که بردند، داره به تدریج وجدان ایرانی رو آگاه میکنه. اگر ما امیدی داشته باشیم که مردم میهن ما از فرد محوری و خود محوری خارج بشند و حاضر باشند که به خاطر منافع دیگران نه به خاطر خودشون فداکاری بکنند و عوض بشند، اون خمیرمایه‌ای که یک چنین تغییر رو در قلب و ذات ایرانی که در چند هزار سال یاد گرفته فقط باید گلیم خودش رو از آب بکشه و به همین دلیل دو تا ایرانی رو کنار هم بذارید دو تا عقیده هست، سه تا بذارین سه تاست، پنج تا بذارید پنج تا احتمالاً به کارشون هم به دعوا میکشه، ما میخواهیم این رو عوض کنیم و تنها راهی که حضرت بهاءالله به ما عرض فرمودند راه پرهیز از خشونت و راه پرهیز از خشونت اثرش رو شما میبینید امروزه مثل جویبارهای باریکی در ایران شروع شده. حامیان حقوق بشر، دانشجویان، وکلای مدافع، حتی روحانیون از درون جامعه، روشنفکران از درون خود رژیم همه دارن به این جوی باریک میپیوندند و از حقوق انسانی بهائیان و دیگران دفاع میکنند. فکر میکنین این چجوری اتفاق افتاد؟ به دلیل فداکاری و همه صبوری و بردباری احبای ایران که وجدان اینا رو داره بیدار میکنه. این دقیقا همون اتفاقی هست که بعد از جنگ دوم در آلمان افتاد، چون در آلمان اکثریت به هیتلر کمک کردند، یک عده‌ای ساکت نشستند و یک عده‌ای هم شاید کم سعی کردند جلوی این اجافات رو از اون راهی که میتونستند بگیرن. بعدن که حقایق آگاه شد میبینیم که از مردم آلمان یک نژاد جدیدی خلق شد که آگاهیشون به مراتب بیشتر از اون بود که در گذشته داشتن. اتفاقی که در ایران ما میفته الان دقیقا همینه. بهائیان از طریق فداکاریشون دارند
وجدان ایرانی رو بیدار میکنند که دیگه فقط به فکر خودش نباشه، به فکر دیگران باشه. و این مطلب بسیار مهمی هست دوستان عزیز من، این رو حتما بهش توجه بکنید و نتایجش خواهید دید که به خاطر همین هم برای اولین بار ما یک ایرانی خواهیم داشت در آینده که مردمش با هم متحدند، نه به خاطر خودشون بلکه به خاطر دیگران. یعنی یک نژاد جدیدی داره در ایران پیدا میشه. باید منتظرش باشیم، باید حوصله بکنیم، وگرنه اگر ما هم جون دیگران شمشیر به دست بگیریم، به فاصله کمی همه از بین خواهند رفت و اون اثر رو نداره. و اگر کسانی هستند از روشنفکران که میگن این روش روش خوبی نیست، بهشون سه نمونه رو ذکر کنید که هر سه نمونه با آگاهی از تعالیم بهایی درباره عدم خشونت به موفقیت رسیدند. مارتین لوتر کینگ در امریکا برای حقوق سیاهان، مهاتما گاندی در هند برای حقوق هندیان، و نلسون ماندلا در ساوت آفریقا برای حقوق سیاهان. پس نمونه های فراوانی هست که دنیا داره اینا رو انتخاب میکنه. ما تا اینجا اومدیم همینطور بمونیم. زبان ما نسبت حتی به این رژیم بیدادگر باید زبانی باشه که اهانتگر نباشه. حقایق رو باید مرتب بگیم و این کاری هست که هر روزه باید بکنیم، ولی این به خاطر رژیم نیست. گفتن این حقایق به خاطر بیدار شدن وجدان 75 میلیون هموطنه که وقتی عوض شد نتایجش رو خواهیم دید. خب از اونجایی که خیلی از این تظاهرات به خشونت هم میکشه، به تندی میکشه، ما چگونه میتونیم در اونها وارد بشیم؟ تظاهرات معمولا به نفع گروهی در مخالفت با گروه های دیگه هست و غالبا برای اینکه بتونن به نتیجه برسند، طرف دیگر رو ازش یک هیولا میسازند. ما هیولایی از رژیم ایران نمیسازیم، فقط میگوییم اینها ظالم هستند، اجحافگر هستند. ولی اگر به رادیوها و تلویزیونها نگاه کنید، میبینید که احزاب و گروهها چه نوع هیولایی از این رژیم دارن میسازند و ما هیچ نوع سهمی در اون نخواهیم داشت. و دیگر اینکه هدف بسیاری از این تظاهرات نشان دادن زور و قدرت خود و تواناییشون در بکار بستن اون در روزی است. اون مسئله ایرانی رو که شنیدین که اگر شما خیال پرتاب کردن سنگی رو به طرف ندارید، هرگز خم نشید و او رو بردارید، یا هرگز تهدید نکنید که این کار رو میخواهید بکنید. رژیم ایران میداند که احبای الهی با نهایت صبر و شکیبایی این ظلم و ستم رو میپذیرند، درست مثل باغبانی که در نهایت سردی و سختی میاد و در مزرعش کار میکنه، چون میدونه که به زودی بهار خواهد آمد و نتیجهش رو درو خواهد کرد. خصوصا ما که عالم وجود رو، یعنی زندگی این عالم رو، فقط یک مدرسه میدونیم. ما اومدیم اینجا مدرسه کسب فضایل انسانی بکنیم، همین. و روزی هم که رفتیم هیچ چیزی غیر از فضائل انسانی با خودمون نخواهیم برد. حالا اون مدت رفتن ما چه زود یا دیر هیچ فرقی نخواهد داشت. چرا؟ که ما باور داریم که عوالم الهی لایتناهی است، هیچ انتهایی نداره. اگر چیزی رو اینجا از دست دادیم به دلیل گذشت و فداکاریمون، در عوالم بعد ثمراتش رو خواهیم دید، به اضافه اینکه آیندگان این جهان هم ثمرات زحمت ما را، میوش رو خواهند دید. موضوع بعدی این هست که بهایی‌ها از روش‌های خشونت‌آمیز در تحقق اهدافشون و اصولاً هیچ گروهی حمایت نمی‌کنند، که من قبل از اینکه این سلاید بیاد درباره این مطلب خدمتتون صحبت کردم. پس اگر کسانی بیان به ما بگن اگر شما به ما ملحق بشید و کمک کنید ما ریشه این رژیم رو می‌کنیم، بلا فاصله این لغت رو که شنیدید معنیش اینه که اینها کسانی نیستن که ما میتونیم باشون همکاری بکنیم. ما قصد ریشه کنی هیچ چیزی رو نداریم، فقط قصد تقلیب قلوب هممیهنانمون رو داریم. 3.5 سال هست من تو این برنامه آقای میبودی شرکت میکنم و هر نوع کنایه رو پذیرفتم، هیچ وقت برام مهم نبود، اصلا جواب نمیدم. تو این جلسه گذشته و
وقتی که من گفتم روحانیان خوب هم هستند، یکی از این دوستان پرید که نخه، روحانی خوب دیگه چیه؟ به عبارت دیگه روحانی خوب روحانی مرده است، که من از اون آزرده شدم و بهش گفتم اینطوری نیست، در هر طبقه ای از انسان خوب هست، بعدم هست. پس این مؤمنین اولیه ما که اکثرشون بیشتر طلبه و روحانی بودن، از زیر بوته که در نیامدند. پس روحانی هم میتونه خوب باشه. ما تنها کاری که باید بکنیم، وجدان اون روحانی رو باید بیدار کنیم. و الحمدلله احبای نازنین ما حتی در زندان تقلیب قلوب میکنن، زندان باهاها شیفته اونها میشن، زندانی ها دیگه میخوان اصلا برگردن زندان که با پیش اونها باشن، با اونها روزه بگیرند. شما فکرشو بکنید، این چنون تقلیبی هست که ما میخواییم انجام بدیم، وگرنه ما بد هیچ کس را نمیخواییم. یادتون باشه این یک حزب سیاسی نیست که ما هستیم، یک امر الهی است و خداوند به همون اندازه اون آخوند و اون ملا را دوست داره که من و شما رو دوست داره. ما فرزندانشونیم. شمایی که پدر مادر هستید حتما میدونید فرزند چه خوب و چه بد ما دوستش داریم. درباره بقیه هممیهنانمون که این همه ظلم هم دارن میکنن، همین کارو داریم میکنیم. پس ما داریم کاری میکنیم وجدانشون اونقدر بیدار بشه که وقتی اون آیت الله میاد دستور میده برید قبرهای بهایی رو خراب کنید، اون کسی که پشت بلدوزر میشینه بگه نخیر من نمیکنم، شما خودتون بفرمایید. خواهید دید اگر چنین اتفاقی افتاد، با چنان سرعتی اوضاع عوض میشه که اصلا قابل تصور نیست. من در یک سخنرانی خدمت دوستان نازنینم عرض کردم که طبق تحقیقات فراوانی که من کردم به این نتیجه رسیدم که هرچه راجع به آدولف هیتلر میگن دروغه. آدولف هیتلر یک انسانی بوده که تقریبا 6 فوت و احتمالاً 7-8 اینچ قدش بوده، بازوهای قوی، مرد بسیار محترم، و همه خندیدند. گفتم پس اگر چنین آدمی نبود چگونه یک دسته و تنها 6 میلیون آدم رو از سرزمین‌های تحت نظارت رایش سوم جمع کرد و تنهایی بردشون، تنهایی ریختشون تو کوری آدم پزی. دوستان نازنین من، هیچ آیت اللهی چه بزرگ چه کوچک، چه اعظم چه غیر اعظم، هیچ کاری ازش ساخته نخواهد بود اگر مردم باش همکاری نکنند، و مردم عوض نخواهند شد مگر اینکه تقلیب قلوب بشه، و این کار فقط از راه محبت، از راه اینکه بدونن دوستان مسلمان ما باید بدونند ما هیچ نزاعی با اسلام نداریم، ما هیچ جنگی با اسلام نداریم. حقیقتش اینه که خیرخواهان اصلی مسلمانان جهان و اسلام بهایی هستند، چون تنها گروهی هستند که این کتاب اینا رو ما قبول داریم، درسته؟ از دهان یک بهایی کوچکترین بی احترامی نسبت به مقدسات اسلامی، چه پیامبرش چه قرآنش و غیره، نباید خارج بشه. وقتی فهمیدن ما این گونه هستیم، میبینید که مسلمانان از خودشون میپرسن پس اینها دیگه چه نوع معجون اعجوبه هایی هستن که این همه تو سرشون زدیم، کشتیم 20,000 رو اونجا، 35 سال اموالشون رو گرفتیم، همه رو پراکنده دنیا کردیم، باز اینا حاضر نیستن به ما بد بگند. وجدانشون بیدار میشه. دوستان نازنین من، تنها راه همینه، محبت 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 محبت، جز این راهی نیست. و اما ما فراوان راجع به صلح اصغر میشنویم که در آثار مبارکه خیلی زیاد اومده، ولی نکته جالب این هست که ظاهراً به جمله که نگاه میکنیم به نظر میاد که صلح اصغر رو سیاسیون باید انجام بدن. همه شنیدیم دیگه، درسته؟ من میخوام اینو خدمتتون یه خورده باز کنم. اول ببینیم این صلح اصغر چیه و بعد ببینیم چگونه متحقق میشه، و بعد خدمتتون میخوام بگم ما شاید به این بهانه که در سیاست دخالت نمی کنیم راه تنبلی پیموده ایم. الان من از این به بعد میخوام راجع به وظایفی که ما به عنوان بهایی ها داریم خدمتتون بگم.
تا ببینین حتی یک دقیقه وقت آزاد هم نخواهیم داشت. اون وقت همه آقایون باید بگن خانم هاشون براشون برنامه ریزی کنن زندگی شده که مثل من نشه. عرض کنم که صلح اصغر از نظر تعریف یعنی صلح مسلح، یعنی همه تا دندون اسلحه دارند، که سیاسیون عالم از روی ناچاری و ضرورت پس از جنگ‌های خانمانسوز و کشتارهای وحشتناک و ویرانی بسیار با مذاکراتی غیر صمیمانه و مملو و از دشمنی و گرفتن امتیازات فراوان از یکدیگر بر روی کاغذ امضا می‌کنند. نمونه‌اش اگه می‌خواید ببینید مثل مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 که هیچ گروه درشون صداقتی نیست، همه میخوان از همدیگه امتیاز بگیرن، ولی بالاخره با انواع و اقسام دوز و تقلب یک جور یک کاغذی پیدا میکنن زیرش امضا میکنن. خب در دوران این صلح مسلح که باید در همه جهان انجام بشه، گرچه جنگی نظامی ممکنه در میان نباشه، ولی همه گروه ها سعی کامل خود را برای برتری جویی از راه‌های اقتصاد و علوم و از هر وسیله‌ای که در اختیارشون استفاده خواهند کرد. پس ببینین صلح مسلح اون چیزی نیست که ما می‌خواهیم. صلح اصغر این چیزی نیست که امر الهی براش اومده. تازه میشه مثل دورانی که یک عده‌ای اون بالا وایستادن تا کسی با هر کسی عرب زنه می‌زنن تو سرش. ولی از انواع و اقسام کشورهای غنی از ثروتشون استفاده میکنن علیه کشورهای فقیر، کشورهایی که مواد محصولات کشاورزی مثل غله و گندم زیاد دارن از این وسیله استفاده میکنن، کشورهایی که تکنولوژی دارن از اون استفاده میکنن، کشورهایی که جمعیت خیلی زیاد دارن به کشورهای ثروتمند میگن اگر به ما کمک نکنی مردممون رو مثل سیل میفرستیم تمام سرزمین تو بیان پر کنن. در نتیجه به این میگن صلح مسلح. میبینید چیز جالبی نیست که ما بهش امیدی ببندیم. حالا میخوام بگم که کار بهایی از همین الان شروع شده، در دوران صلح مسلح صلح اصغر هم ادامه پیدا خواهد کرد و فراوان خواهد بود، اون اندازه که باها اصلا شاید پشیمون بشیم بگیم نه ما اصلا میخواییم وارد سیاست بشیم چون کارهایی که به ما گفتن به مراتب سختتر از اونهاست. حالا میخواییم ببینیم که اگه این صلح اصغر به دست سیاسیون و رهبران عالم برقرار بشه، میخواییم ببینیم نقش آموزه های بهایی در این باره چیه. من یک نمونه هایش رو خدمتتون اینجا ذکر میکنم، زیادم نیست. یکی این که اصلاح و تقویت سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به عنوان مرجعی جهانی برای صلح و همکاری و همیاری. اینو شما کجا می‌بینید؟ در آثار بهایی. چون البته بعد از جنگ اول و تشکیل سازمان ملل متفق و بعد از جنگ دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بسیاری از اصول و مبادی امر رو اینها سعی کردن رعایت بکنند. ولی این دقیقاً اون چیزی نیست که در آثار گفته میشه. در آثار به ما میگند که همه اینها با هم برابر خواهند بود. در آثار ما میخونیم که اعضای ملت‌ها به وسیله ملت‌ها انتخاب میشن، میرن اونجا مینشینن، نه انتصاب منتصب بشند. و اینها هم باید برای صلح و همکاری و همیاری کار بکنن، نه اینکه چیزی که فقط به نفع ملت خودشونه. مثلا این اصل وتو یکی از حقیقتاً ضعیف‌ترین نکات مربوط به سازمان ملل هست. تضمین امنیت عموم کشورها به وسیله قوای مسلح بین‌المللی، این بیان حضرت بهاءالله است و بعد توضیحات مفصل در آثار حضرت عبدالبها بعد حضرت ولی عزیز امرالله درباره این که یک قوای بین‌المللی باید تأسیس بشه که این قوای بین‌المللی مسئول صلح باشه. و همونطور که حضرت بهاءالله می‌فرمایند اگر ملتی بزرگ بر ملتی کوچکتر خواست اجحاف بکنه، اونها باید بیان وسط و جلوشو بگیرن. گاه گاهی به صورت نیمبند این کارا داره انجام میشه، ولی می‌بینیم که چون خیر ملت‌ها همه مورد نظر نیست، نتایجش هنوز کامل نیست. پس ما باید چه کار بکنیم؟ دائما با امکاناتی که بعداً توضیح میدم خدمتتون، باید وارد میدان بشیم و این آگاهی‌ها و اطلاعات رو عمومی کنیم تا مردم بخواهند که چنین تغییراتی پیدا بشه. خلع سلاح عمومی و غیر نظامی بودن کره زمین اصل آیین بهایی است. خلع سلاح عمومی عرض کردم، اصلا حضرت بهاءالله اولین اصلی رو که آوردن رفع حکم شمشیر است،
که به زبان امروز یعنی هیچ کس هم دیگه بمب اتمی نباید داشته باشه، نه بعضیا داشته باشن بعضیا نداشته باشن، هیچ کس نباید داشته باشه، منتها اون وقتی خواهد شد که ما سازمان‌های قوی بین‌المللی ایجاد کنیم که ملل از همدیگه نترسند. جدایی روحانیت و سازمان‌های مذهبی از حکومت، این اصل رو کجا می‌خونیم؟ در رساله سیاسیه حضرت عبدالبها، در رساله مدنیه حضرت عبدالبها. بخونید ببینید جوان‌های مملکتمون تو خیابون می‌ریزن شعار میدن که دولت باید از روحانیت باید از دولت جدا بشه، دقیقاً اصل امر رو دارن میگن و ما روز به روز باید این رو بیشتر توسعه بدیم، بیشتر در افکار رایج بکنیم. خواهید دید که چگونه ما فقط به عنوان خمیرمایه لازمه به کار بریم، بقیه خودشون میرن این کارها رو میکنن. انتخاب آموزش زبان برای روابط بین‌المللی که یک زبان انتخاب بشه، آموزش بشه دیگه، تضمین منشور جهانی حقوق بشر. دوستان عزیزی که این کارو نکردن برید بکنید. منشور جهانی حقوق بشر که به رهبری خانم الینور روزولت، همسر پرزیدنت فقید امریکا پرزیدنت روزولت انجام شد و با یک گروه متخصص از کشورهای مختلف، 10-15 تا کشور بودن، بسیاری از مفاد اون خط به خط برگرفته از آثار الهی است. شما هیچ وقت در اثر هیچ اثر مذهبی نمی‌بینید در دنیا که تا این اندازه این اصول از اونها برگرفته باشه و با دقت و با روشنی. بنابراین منشور جهانی حقوق بشر عملاً ترجمان آثار بهایی برای حقوق بشر در یک مدرکی است که این مدرک جهانی شده. خب ما بهایی‌ها با چه کار بکنیم؟ شبانه روز در آموزش این مدرک باید کار بکنیم. پس چه راههایی برای بهاییان، حالا که گفتیم صلح اصغر رو هم سیاسیون انجام میدن، در بهبود امور جامعه و تخفیف عواقب سخت نابسامانی های جهانی برای ما باز هست؟ و این سوال خوبی است. عرض کنم که عدم عضویت بهاییان در احزاب سیاسی و شرکت نکردن در تظاهرات سیاسی که عرض کردم، این دوتا ما درش نقشی نداریم. به معنای بیتوجهی به امور این جهان و تنبلی در کارهای خدمات جامعه بشری نیست. پس اگر فکر کردیم این یک وسیله ای است که ما براش به عنوان تنبلی استفاده بکنیم که بنشینیم عقب دیگران برن کار بکنن، فقط باید ما در سیاست وارد نمیشیم، راستش این خیلی دورش دیگه گذشته. یادمون باشه که به این صورت که در آثار بسیار صریح آمد، صحبت از احزابی بود که در ایران در دوره مشروطیت، جنگ‌های مشروطیت در جریان بود و اگر بهائیان در اون دخالت کرده بودند، اونهایی که مخالف مشروطیت بودند اعلام می‌کردند که این اصول بهائیان است، ببینید دارن میان براش عضو میشن و میخوان همکاری بکنن و خود مشروطیت از اول اصلا پا نمی‌گرفت. گرچه مشروطیت ما ناقص بود، گرچه از قدرت افتاد، ولی همون مقدار حافظه تاریخی برای ملت ما کافی بود که بدونن میخوان به کجا برگردند. بهائیان میکوشند تا حدی که امکاناتشان اجازه دهد با تعداد فزاینده‌ای از جنبش‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد همکاری نمایند و به اقدامات مشترکی پردازند که بر اتحاد و یگانگی می‌افزاید، رفاه عالم انسانی را ترویج می‌دهد و به همبستگی جهانی کمک می‌کند. آثار بهایی پیروان این آیین را به مشارکت فعالانه در جوانب بیشماری از زندگی معاصر فرا می‌خواند. پس دوستان عزیز، یک دوستی من دارم که خیلی هم دوست نازنینیه برای من، به من گفت که همون سوالو، قاسم من می‌بینم تو خیلی علاقه‌مند به همه امور هستی، چرا در تظاهرات با من شرکت نمی کنی؟ این همین اخیراً. گفتم راستش 3.5 سال هست که من هر هفته از تگزاس بلند میشم، 1650 مایل میرم لس آنجلس و بر میگردم، به خاطر اینکه برای همکاری و همیاری و همزبانی بین مردم ایران فعالیت کنیم. این تظاهرات ماست. هزاران راه تظاهرات برای شما هم بازه. دوستان عزیزم، در هر شهر و محلی که هستید ببینید چه نوع فعالیت‌هایی وجود داره و در اونها وارد بشید.
مطمئن باشید که معهد اعلی هم بسیار با شما موافق است. بسیاری از چیزهایی که من گفتم برگرفته از پیام‌های الهی است. حالا من یه تعدادی از اینا رو براتون لیست می‌کنم و در 4 دقیقه وای میستم. شرکت در آموزش نظم و دموکراسی در سطح روستاها و شهرها، در مدارس و در انجمن‌های شهر، گروه‌های دانشجویی و کارگری و صنفی. دوستان ایرانی ما که تجربه 70 ساله جامعه باهائی در تمرین دموکراسی در ایران رو ندارند، غالبا وقتی دور هم جمع میشن نمیدونن چه جوری باید کار رو انجام بدن. اون قسمت از این فعالیت ها که حزبی سیاسی نیست و حالت تظاهراتی نداره و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی و کمک به زندگی مردم و دانشجویان آواره و خانواده های شرکت بکنید، هیچ ضرری که نداره، مفید هست. به اونها راه دموکراسی رو که ما 70 سال در ایران تمرین کردیم یاد بدید. شرکت در آموزش برابری دختران و پسران و برنامه آموزشی یکسان برای آنان در مدارس. همه بچه داریم، در مدارس شرکت بکنید، عضو انجمنهای خانم مدرسه بشید، به اونها کمک بکنید تا عموماً بخوان کاریکولم، مفاد درسی دختران و پسران شبیه هم بشه، تا اون مشکلاتی که نیکول عزیز به ما میگفتند در رشد فکری دختر و پسر پیش نیاد و بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. شرکت در آموزش برابری زنان و مردان در خانواده و در برابر قانون و در محیط کار و تحصیل. اینقدر سازمان ها و ارگان های بشری هستند که تمام تلاششون در این راهه. دوستان من، شرکت کنید، فعالیت کنید. راستش بعد از اینکه به اون عالم رفتیم، تمام سریال های تلویزیونی که از دست میدیم از اونجا میتونیم سریعا ببینیمش. در ضمن وقت زیادی هم اونجا خواهیم داشت ها؟ البته این باور بهایی نیست، ولی دیگران میگویند آدم وقتی اونجا بره کنار یک جوب مینشینه و جوب شیر و عسل و نمیدونم شرابم تهورا و این حرفا، و یه عده هم میان ازش مواظبت میکنن. البته این برای آقایونه، برای خانم ها فکر نمی کنم چنین برنامه‌ای باشه. آره، ولی در آموزش بهایی خدمتتون بگم، به اون عالم که رفتیم تازه اول کار بهایی ها شروع میشه. ببینین در تمام طول این اعصار، این ارواح مقدسه‌ای که همه مردن و رفتن، همه نیاز به آموزش دارند. فکر میکنین تمام شده؟ نه، از یک کلاس داریم یک کلاس دیگه. پس اگر خک کردین اونجا رفتیم یک بهاماز خواهد بود، اصلا از این خبرها نیست. شاید پشیمون بشیم بگیم اونجا شاید بیشتر ازش استفاده میکنیم. به هر حال فعالیت مؤثر در انجمنهای خانم و مدرسه و انجمنهای شهری، شرکت فعال بهائیان در فعالیت‌های خدماتی برای عموم، خصوصا در موارد تنش زدایی بین نژادها و ملت‌ها، آموزش و بکارگیری تعالیم بهایی درباره یگانگی حقایق اهداف ادیان. این همه انجمن همکاری بین ادیان در همه شهرها هست. عضو بشید، عضو فعال بشید، چون این تازه اجرای فرمان حضرت بهاءالله است که آشرو مع الادیان. و بعد باید انواع و اقسام، اجازه بدید من دیگه اینجا وای میستم، شما خودتون میدونید من دارم در چه راهی میرم. فعالیت های مدنی همه مفیده، صدها نوعش هست، من شاید 10-15 تا دیگه شم اینجا دارم، وقت نیست براشون. شرکت بکنید، فعالیت امری به جای خود، وقت اضافه هم خواهیم داشت، باور کنید وقت اضافه خواهیم داشت اگر بگیم خانم هامون برامون برنامه ریزی بکنند، و اون وقت میتونیم به همه اینا برسیم. فدای شما، خیلی متشکرم، موفق باشید. قربان شما.